یک مطلبی هست شما نمیدانید من میدانم. حالا چرا میدانم؟ چون 40 سالی در این آمریکا هست. و این چگونگی کار در آمریکا است در واقع، که شما کار میخواید بکنید چیکار بکنید. مثلا شما میخواید از طریق ترفند و نیرنگ میخواید دانشگاه باز کنید. دانشگاه که باز نمیکنید که، لازم ندارید دانشگاه باز کنید. میلیون ها دلار، میلیون ها میلیون ممکنه خرج کتابخانه دانشگاه بشه. نه، شما می نویسید که سولگون ورلد یونیورسیتی، یه چیزی می نویسید می بری شهرداری، می آقا من می خواهم یه کاسبی باز کنم اسمش سولگون یا ورلد یونیورسیتی. یارو نگاه میکنه مامور شهرداری میگه که به این نام کاسبی دیگه هم هست؟ میگید که نه. حالا معمولا تو روزنامه ها خود بانک میخوان بعد برای سولگون ورلد یونیورسیتی، یعنی دانشگاه جهانی سولگون باز بکنید. بعضی وقتا خود بانک یه پولی از شما میگیره، تو روزنامه ها چیز میکنه، اعلام میکنه که آیا سولگون ورلد یونیورسیتی کسی هست، اگه کسی نیست به شما حساب براتون باز میکنه، 10 دلار هم از شما میگیره. شما میشین صاحب دانشگاه، میتونید دکترا بدی، از همونجا شروع میکنید دکترا نوشتن. اومدم به همین سادگی خدمتتون گفتم، نه کم نه زیاد. اما هیچ ارزشی در واقع یک کاغذی که معمولا کاغذهایی که تو پرینتر میذاریم دو برابر اینه، ممکنه که 10 تاش یه پنی بیارزه، اون یه نیم پنی هم نمیارزه، یعنی ارزش اون کاغذه رو نداره. سولگون یونیورسیتی مثل امریکن گلوبال یونیورسیتی همینه. بگین آقا آدرس دانشگاه کو، استاد شما کیا هستن، شما خودت چه کاره هستی، این سر سر رو انداختی. ما اسم یونیورسیتی اینا که میشتمیم خیال میکنیم تأسیساته. نه، همین سادگی که من گفتم، با 10 دلار آقا میرید شهرداری، سولگون ورلد امریکن ورلد یونیورسیتی، امریکن گلوبال یونیورسیتی باز میکنید، میاد تموم شد. دکترا میخواد بهت بده، میدم خدمت شما آقای علی فلان. این پیرمرد محترم، من نمیدونم چرا این مسخره بازی رو راه انداخته، راه افتاده این طور برای دکترا پخش میکنه. و عجب این که یه دن به سبیل خودشون میگیره. آقا آدرس دانشگاه کجاست؟ یه چند تا اصل از کتابخونتون، از استادانتون، از آزمایشگاهاتون، از مراکز تحقیقتون بیاریم ببینیم کجاست این دانشگاه شما. خود شما ببینیم آقا این مدارک شما چیه، کجکاره هستی، داستان رو انداختی. به همین سادگی من خدمتتون عرض کردم. حالا برای مسخره من میتونم برم یه چیزی هم که چاپ کنم بیارم در دارم بدم شهرداری، یا به شما نشون برم. بعد چی میشه؟ بعد یک اداره هست، اداره مالیات هاست اینجا، که در واقع مالیات های سیلز تکس رو، نامه میاد که آقای سولگون یونیورسیتی چی شد مالیات؟ شما نامه میده آقا من اصلا کار نکردم، خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر من اینو گرفتن، یه کاغذ سبز شهرداری اینجا به شما میده، 10 دلار هم میگیره. شما شو میکنید فوق لیسانس و دکترا و اینا دادن، مسخره کردیم مردمو. فکر نکنید من اغراق میکنم، این همین است که من به شما میگم. یه باری آقای اتاقی داشت در گلنده، حالا حداقل اون بیچاره یه اتاق داشت، یه اتاق داشت 7-8 کتاب داشت، یونیورسیتی بود، یه اتاق بود، یک بیر زنه. یه دوستی گفت من میخوام برم اینجا یه دکترا بگیرم، شما با من بریم؟ گفتم بعدم نمیاد برم چگونه است. یه اتاق یه بالا خونه بود، حداقل 7-8 کتاب بود داشت، 7-8 تا کتاب پشت سرش بود نشسته بود، شافی کم میداد. اینجا یک اداره هست به نام بورد آف ادویکیشن، بابا بورد آف ادویکیشن آمریکا، عرض کنم که حساب کتابش درسته. در اینجا وقتی میخوان که در واقع در باب اعتبار یک دیگری تحقیق بکنن، با اونجا تماس میگیرن. اونجا دانشگاهایی که درست حسابی هستن لیست دارن، اونجا اسمشون هست. میگه آقا ما همچیهایی نداریم، نه شکایتی میکنه نه حرف بدی میزنه، میگه آقا ما هم چیزی نداریم اینجا، بس سلام تمام شد. در فرانسه هم هست، از همون نوع دکترهایی که آقای علی شریعتی امثال اینا میگیرن در اونجا، دکترهای اونیورسیته. حالا اون شنیدم باید باستی بری در باب تازیخانی یه چیزی کاره بکنی.
اونم نمیخواد. این آقا را میفته، این دوست محترم ایرانی ما را اسمش نمیبرم، این پاره کاغذ میزنه در این تلویزیون اون تلویزیون پخش میکنه از این حرفا. حالا فرصت به دست آورده که سر و صدا بشه. این حکایتش بوده. اگر شما شنیدید که دانشگاه جهانی آمریکای فلان، همینه که میگم، یه اتاق هم نیست در کار. بعد خود دانشگاه های آمریکا هم از حیث درجه بندی با هم تفاوت داره. یعنی شما اگر این کاتالوگ عظیمی که از مراکز آموزشی مملکت هست نگاه کنید، درجه بندی میکنه جلوش most competitive، مثل هاروارد، پرینستون، most competitive، یعنی که همه میخوان برن اونجا و در واقع حدش خیلی بالاست و ارزش یک دانشگاه به نوع استادانی است، به آدمای بزرگی است که از اونجا فارغ التحصیل شدن، به تحقیقات بزرگی است که در اونجا شده، به جوایز نوبلی است که برده. خیلی چیزها میاد در تصویر از این دانشگاه‌های آمریکایی تا می‌رسیم به دانشگاه‌هایی که البته بخش خیلی مهمی از دانشگاه‌های بزرگ و معروف آمریکا شخصی هستن، مثل هاروارد و پرینستون، اینا شخصی هستن. بعد دولت برای گسترش معرفت دانشگاه‌های ایالتی، هر ایالتی برای خودش دانشگاه ایالتی داره، مثل دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، همین UCLA، که در کنارش باز دانشگاه‌های شخصی مثل USC و دنیا هم هستن، اونا هم دانشگاه خیلی خوبی هستن. یه چند تایی هم از این گلابی ها اطراف هستن، مثل یونیورسیتی آف بالتیمور و اینا، که بالاخره تأسیساتی دارن. اینها محوطه بزرگ، معلمان، کتابخانه ها اینا دارن، منتها بورد آف ایژوکیشن اونها رو به رسمیت نمیشناسه. بعضی از ما وارد مملکت میشیم، 20 سال هم زندگی میکنیم، ما نه یک کلام انگلیسی یاد میگیریم، نمیفهمیم مملکت چه خبره. چون نشست و برخاستمون با هموطنان عزیز هست، خریدمون هم از فروشگاه ایرانی هست، یه مش روزنامه هم میخوانیم و با هم فارسی حرف میزنیم، اپسیلون هم انگلیسی یاد نمیگیریم. بله، خواستم بدانی که یک کسی دیر دکترا تقسیم میکنه، شما کاری نداره آقا. یه کسی که اومد گفت دکتر فلان، زنگ میزنه میگه آقا شما کدوم دانشگاه رفتی، تزت در چه نوشتی، استاد راهنمای شما که بود، کتابخانه شما چه تعداد. اینقدر ما مصرف کننده دروغ نباشیم و مغلطه. آقا چقدر به ما دروغ بگن ما مصرف کنیم. کلاهبرداری آخه تا چه حد، عجب مردم متحملی هستیم ما. حالا این داستان دشمنی با ملت ایران هم یک ریشه عجیبی داره دوستان. دشمنی با ملت ایران هرگز بنگاه نداشته، هرگز نماینده نداشته، هرگز بر سرنوشت خودش حاکم نبوده این ملت. بعد از مشروطه قرار شد حاکم بشه، دیکتاتور آمدن، سبیل کلوب، چماق بلند کوفتن، بیرون کردن از صحنه سیاست، دخل و تصرف کردن در جان و مال و شرف مردم، چهار تا تونل هم کردن، راه کشیدن و قانون هم خراب کردن، رفتن دنبال کارشو. حالا آخونده اومدن. این ملت بیچاره ما در دوره کوتاهی نماینده داشته، یه نماینده داشته و نمایندگان داشته، اونم بعد از 1120 هست. کسانی که اندک درد وطنی داشتن میدونن من راست میگم. در زمان همون حرکت ملی بوده است و زمان دکتر مصدق بوده است که این مرد نماینده مردم بوده، دیگه نداشتیم نماینده ملت، نبوده است. و به ما مردم چنان حالی شده است که این سرزمین مال ما نیست. آقا ما مالکیت به این سرزمین نداریم، مال دولت. جان و عرض و شرف ما در اختیار ما نیست، در دست دولته. اگه بخواد میبره، اگرم نبره رحم کرده، خدا بیا شمشیرش براتر کن. اساساً در سایکی ما نرفته که آقا این سرزمین ایران متعلق به آذربایجانی و کرمانی و زاهدانی و گرگانی، مال مردم این سرزمین، مجموعاً صاحب این سرزمین هستن که شکل گربه است و جغرافیا، مال مردمه، مال آخوند و شاه و اینا نیست. یک عده‌ای که غیر از این میاندیشن، خیال میکنن این سرزمین مال اون شاه بوده و مردم به ناحق اونو بیرون کردن، و طبیعتاً با
با جبهه ملت و مردم دشمنه. نگاه میکنم اینا کجا یه نامه میاد، کتابی میاد که عرض میکنم که غیر از این میاندیشیده، غیر از این میاندیشیده و به دروغ و جعل چیزها منتشر میکنه، پشتش میگیره. آقا درست شد کارمون، الحمدلله که جیرمان رسید. آقا دست بردارین از این حق بازی ها، ببین کنار مردم، ببینید مردم ایران چه دردی میکشن، چه بوده از داستان این ملت. این علی آقا که پیداش نبود که، بابا جان که چی شد یه مرتبه گل سرسبد شد؟ یعنی واقعا نفرت انگیزه، نفرت انگیزه که آدم مردمش رو رها کنه بچسبه به دیکتاتور مرده. یه بنگاه مردم نبود در روزگار سابق. آقا شما دیدید بنگاه ملی؟ دیدید؟ اگه دیدید به من بگید چی بوده جز بانک ملی؟ اگر که شما تشکیلاتی نهادی اگر متعلق به ملت که سهل است که نبوده، اسمش اگر جز ملت بوده، شما به من بگید کدوم بوده جز بانک ملی؟ پدر جان ما بانک ملی میشناختیم، بقیهش که ملی نبود، که مال مردم نبود. وحشت داشتن از این واژه ملت. آقا آخوند امروز، این آخوندهای بسیار کثیف و دروغزن و فاسد، نفرت دارن از واژه ملت. میگن این که یه جای گیر بیفتن و اینها. ملت شریف ایران، ملت شریف که شما چیزی براش باقی نذاشتین، چه ملت شریفی. ملت شریف نامش بر خیابان‌ها اگر بوده، هر جا که نام ایرانی بر این خیابان‌ها بوده، بر این آثار پایین بوده، آخوند اومده عوض کرده. مالک اشتر، حبیب ابن مظاهر. خوشبختانه مردم ما گرچه به ظاهر خاموشن اما بسیار دانا هستن، میخندن، میخندن به این داستان. و این بنگاه ملت، این نهاد ملت قوی تر شده، بسیار بسیار قوی تر شده. در چند سال پیش خیلی به کوروش کبیر کسی توجه نداشت، خیلی به از اونم جنبه های ملی تاریخ مملکت ما توجه نداشت. امروز بسیار بسیار توجه میکنن به جهت همین سیاهکاری این ملایان جنایتکار. 3 میلیارد دلار پول مردم دزدیده شده. یه ریشوی فاسدی که از همه دزدا خودش دزدتر، هر اون که 37 نفری گرفتیم، 2 نفر محکوم اعدام کردیم، 2 نفرم داریم میگیریم. آقا کیا هستن اینا؟ کو اون پیپر ترک به قول این آمریکایی‌ها؟ کو اون در واقع کاغذها و اسناد و مدارک که صادر شده است به نام چه کسانی؟ چه کسانی پول‌ها رو گرفتن؟ چه کسانی خوردن و دزدیدن؟ اینا باید چهره‌شون مردم بشناسن، علنی محاکمه بشن. حالا ببینید چرا کار نمی‌کنن؟ به من گفتن که 15 نماینده مجلس در این دزدی‌ها بودن. خودش نمیاد به وضوح رسوا کنه که 15 نماینده مجلس. مگه میسر چنین چیزی؟ یه مردکی که واقعا هر روز میاد در بی بی سی هم عکسش هست، 3 نفر گرفتیم، 2 نفر احکام کرد، 37 نفر بودن، حالا 40 نفر گرفتیم داریم. کیا هستن؟ کجا بود؟ آقا این پول مردم بوده. شما گزارش، اگه میخوای گزارش به مردم بدی، بایستی به مردم بگی یکی یکی اینا کی بوده، هویتشون چه بوده، منصب و مقامشون چگونه بوده است که 3 میلیارد دلار پول ملت بیچاره گرسنه بلوچستان و کردستان دادین اینا دزدیدن خوردن. هیچ عکسی، هیچ نشانی نیست، به جهت اینکه اینها که نمیخواستن که این جند در بیاد و عرض کنن که مفسدش در جهان منتشر بشه، که حالا مجبور شدن میخوان کلا سر مردم بذارن، پول دزدیدن کلا برداری هم میخوان بکنن. پسر اون محسن رضایی مرده، کشتن او را، گویا کشتن او را، در واقع رگ دست اینو بریدن در هتل، یک قطره خون در هتل ندیده نشه، بردن بیرون کشتن آوردن. آقا حتما خوشحالم شده دیگه، خوشحال شده عرض کردم، کسی که ذوب در رهبری هست به درک کشتن این سر در سر درست کرد. و این آقای امیدوار، من تعجب میکنم از اون بختیاری ها که آمدن در این مراسم شرکت کردن. یه برادری هم داره امیدوار، میگن دکتر چه دکتری هستی رفتی در دوزخانه نشسته. حالا یک مرد بختیاری که من زنگ زده بود میگم همه توتون تنباکوی مملکت این آقا، سیگار مملکت دست این دوزه، برادر محسن رضا. آقای دکتر امیدوار، تو دکتری تو مجلس دوزها چیکار میکنی؟ برو دکتری تو بکن، هم از توبره میخوره هم از آخور. چه برادر آقای محسن رضایی، ننگ بختیاری. این بختیاری هم که نیست آقا، زی گردو، یا گردو.
چه بختیاری؟ استخوانت کو؟ پدر مادرت کو بود؟ کی بودن؟ کجا کنم ری تو ریشه هستی؟ بختیاری 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 آدم ننگین اینجور نداشته.